ابتدا یک فایل جدید با استفاده از الگوی بلانک داکیومنت ایجاد می‌کنیم. زبان فارسی باشه. در سربرگ هوم مشاهده می‌کنید که در گروه فونت اینجا فونت پیش‌فرض در حالت کالیبری و سایز اون 11 است. در گروه پاراگراف تکست در حالت لفت رایت و الاین لفت و در گروه استایل هم اینجا سبک نرمال رو داریم. ابتدا در سربرگ هوم گروه ادیتینگ بر روی فلش کنار سلکت کلیک می‌کنیم. بر روی سلکت آل کلیک می‌کنیم. می‌تونیم از کلید ترکیبی کنترل به علاوه A هم استفاده کنیم. نوع فونت رو از این لیست باز شد B نازنین انتخاب می‌کنیم و سایز اون رو 11 و در حالت بولد. در گروه پاراگراف بر روی right to left یعنی از راست به چپ کلیک می‌کنیم و نوع الاین رو اینجا در واقع الاین رایت انتخاب می‌کنیم. در سربرگ لی اوت در گروه پیج ستاپ اینجا بر روی این فلش مورب کلیک می‌کنیم. در کادر محاوری پیج ستاپ در سربرگ مارجین یا حاشیه می‌آیم در واقع حاشیه‌ها رو برای تاپ بالا عدد 1، برای چپ عدد 1، برای باتوم یا پایین عدد 1، برای رایت یا سمت راست عدد 1 تعریف می‌کنیم. اورینتیشن یا جهت کاغذ آچار پورتریت باشه. پیپر اینجا کاغذ آچار که با ویدث 21 سانتی متر و هایت 29.7 سانتی متر هست انتخاب می‌کنیم و لی اوت هم در لیست باز توی سیکشن دایرکشن رایت تو لفت انتخاب می‌کنیم. اگر بر روی ست از دفالت کلیک کنیم باعث میشه که این تنظیمات به عنوان تنظیمات پیش‌فرض نرم افزار ذخیره بشن که من در این مثال بر روی اوکی کلیک می‌کنم. اگر مشاهده کنید مارجین ما در سمت راست همون 1 سانتیه که تعریف کردیم، در سمت چپ هم همون 1 سانتیه که دارید ملاحظه میکنید و اینجا در سمت تاپ هم مارجین ما همون 1 سانت و در پایین هم که الان دیده نمیشه مارجین یا حاشیه همون 1 سانته. به مثال میریم، همونطور که در این مثال ملاحظه میکنید این مثال یه مثالیه که ترکیبی از متن و جدوله. اگر بخوایم این مثال رو رسم کنیم ابتدا میگیم این یک ردیف، این ردیف دوم، کل این رو به عنوان ردیف دوم میگیریم، این هم ردیف سوم و این قسمت آخر هم ردیف چهارم میگیریم. پس میایم یک جدول چهار ردیفه یک ستونه رو ایجاد میکنیم. به سند برمیگردیم. در نوار ریبون بر روی سربرگ اینزرت کلیک میکنیم. در گروه تیبلز بر روی تیبل اینجا میایم یک جدول چهار ردیفه و حالت یک ستونه رو انتخاب میکنیم. جدول یک در چهار این جدول ماست. اگر به مثال برگردیم و من بزرگ نمایی رو یه مقداری افزایش بدم، اینجا ملاحظه میکنید که در این سطر اولمون اینجا این هایت یا ارتفاع 4 و این ویدث هم اینجا 19 تعریف شده. فونتی که برای پروژه در نظر گرفته شده بی‌نازنین 16 از نوع بولد. یک انتر رو در این قسمت داریم. اینجا اگه ملاحظه کنید انتر زده شده و اینجا هم در واقع در این قسمت یه پرشی رو داشتیم. میتونید اون رو ملاحظه کنید. به مثال برمیگردیم، این سلول رو با کلیک چپ انتخاب میکنیم تا کاملا انتخاب بشه. در سربرگ لی اوت در هایت ارتفاع رو اینجا 4 معرفی میکنیم و ویت رو هم 19. اگر ملاحظه کنین در واقع این به این حالت شد. اشارگر موس رو اینجا قرار میدیم. سربرگ هوم فونت بی نازنین سایز 11 در حالت بولد تایپ میکنیم به زبان فارسی. پروژه اسپیس دو نقطه اسپیس مجتمع تجاری اسپیس اقامتی اسپیس رزوانی، که دلایلی که اینقدر جزئیات رو ریز میگم به خاطر اینکه شاید کسانی باشن
با نرم افزار ورد آشنایی نداشته باشم و لازم باشه که اینها رو یاد بگیرم. کلید انتر رو میفشاریم، یه بار دیگه کلید انتر رو میفشاریم، تایپ میکنیم کارفرما دو نقطه اسپیس شرکت ساختمانی رو اصلاح میکنیم، ساختمانی اسپیس توسعه اسپیس ارتباطات اگر ملاحظه کنید در مثال بعد از کارفرما شرکت ساختمانی توسعه ارتباطات یه پرش اینجا انجام شده. بزرگ نمایی رو افزایش میدم، میام اون رو در واقع روی عدد 190 قرار میدم. بر روی این تب ها در این قسمت کلیک میکنیم و این حالت رایت تب رو انتخاب میکنیم و میام رایت تب روی 13 معرفی میکنم. با توجه به اینکه داخل سلول جدول هستیم، برای پرش از کلید تب نمیتونیم استفاده کنیم، از کلید ترکیبی کنترل و تب استفاده میکنیم. به این قسمت 13 میرسیم، اینم اشارهگر موس ماست که حالت کمرنگ دارید ملاحظه میکنید. تایپ میکنیم پیمانکار اسپیس اسکلت دو نقطه اسپیس شرکت سازه فلزی اسپیس شریف، کلید انتر رو میفشاریم. در این قسمت تایپ میکنیم دستگاه اسپیس نظارت دو نقطه اسپیس مهندسین مشاور هشتم. اسامی شرکت ها یا نام هایی که اینجا تایپ میکنم اسامی کاملا فرضی هستن و وجود خارجی ندارن. اشارهگر موس رو جلوی عبارت هشتم میبینیم و با استفاده از کلید ترکیبی کنترل تب پرش رو انجام میدیم. تایپ میکنیم بازرس اسپیس فنی دو نقطه اسپیس شرکت جوش ایران نوین. اگر اشتباه تایپی انجام دادید میتونید از کلید بک اسپیس یا دلت استفاده کنید. کلید انتر از صفحه کلید رو میفشاریم، یه بار دیگه کلید انتر رو میفشاریم، تایپ میکنیم مراحل اسپیس کنترل اسپیس قطعات ورودی اسپیس پرانتز باز یا بسته یا همون براکت، تایپ میکنیم اقدام کننده دو نقطه اسپیس پیمانکار اسپیس اسکلت. اگر به مثال برگردیم میبینیم که در واقع این پروژه مجتمع تجاری اقامتی رضوان فونت اون 16، این فونت ها 11 و این فونت هم 12 و 10 هست. یعنی این فونت 12 است و این فونت هم اینجا فونت 10. به سند برمیگردیم، بر روی پروژه مجتمع تجاری اقامتی رضوان کلیک میکنیم، اون رو در حالت سنتر قرار میدیم، سایز اون رو 16 قرار میدیم، این عبارات رو انتخاب میکنیم و در حالت بنازنین 11 بولد وجود داره و میایم این متن مراحل کنترل رو انتخاب میکنیم، وسط چین میکنیم، مراحل کنترل قطعات ورودی رو انتخاب میکنیم و اون رو در حالت 12 قرار میدیم و این اقدام کننده و این براکت رو انتخاب میکنیم و اون رو در سایز 10 قرار میدیم. در این سلول کلیک میکنیم. اگر به مثال برگردیم اینجا میبینیم که ابعاد این سلول اینجا ارتفاع اون 1 و 2 و اون اومده به چند قسمت تقسیم شده، 1 2 3 4 5 6 7 8. پس میایم به 8 کالوم این رو تقسیم میکنیم و دو ردیف با دوبار کلیک چپ انتخابش میکنیم. در سربرگ لی اوت اینجا بر روی اسپلیت سیلز میتونیم کلیک کنیم یا قبلش میتونیم هایت اون رو 1 و 2 دهم و ویت رو 19 براش بذاریم. بر روی اسپلیت سیل کلیک میکنیم و نامبر آف کالم رو اینجا همون
هشتایی که گفتیم مشخص میکنیم، کلیک میکنیم، نامبر آف کالم ستونها و ردیف ها رو اینجا دو انتخاب میکنیم. اگر به مثال برگردیم اینجا ویدس این سلول 3، ویدس این سلول 2.5 و سایر ویدس هایی که اینجا انتخاب میکنم 2.25 هستن. به سند میریم، این سلول رو انتخاب میکنم، ویدسش گفتیم 3 هست، 3 سانتیمتر، اون رو 3 سانت میکنیم. اگر این بیرون زدگی داره اینجا رخ میده نگران نباشید، این در ادامه تصحیح میشه. و این سلول رو انتخاب میکنیم، ویدس اون 2.5، اون رو هم 2.5 و این سلول ها رو انتخاب میکنیم، ویدس این ها هم در واقع 2.25. اگر ملاحظه کنید دقیقا به مثال رسیدیم. یه اتفاقی که اینجا افتاده، اینجا این سلول از حالت دو ردیف باید خارج بشه. به سند میریم، این دو سلول رو انتخاب میکنیم، در سربرگ لی اوت در گروه مرج بر روی مرج سلز کلیک میکنیم و نوع الاینمنت رو برای این سلول ها حالت الاین تاپ انتخاب میکنیم، تایپ میکنیم اینجا در سربرگ هم بی نازنین بولد سایز 11 شماره دو نقطه کلید انتر، تایپ میکنیم تاریخ دو نقطه کلید تب رو میفشاریم، تایپ میکنیم نام اسپیس قطعه و با استفاده از کلید داون از بین کلیدهای اروکی تایپ میکنیم موقعیت اسپیس نصب دو نقطه. اگر به این سلول اشارهگر موس رو قرار بدیم و به مثال نگاه کنیم، من بزرگ نمایی رو یه مقداری تغییر بدم، میبینیم که این سلولی که اینجا داریم از 11 ردیف و 4 ستون تشکیل شده. پس میایم در این سند این سلول رو انتخاب میکنیم، در سربرگ لی اوت اینجا در اسپلیت سلز اون رو انتخاب میکنیم، به 4 ستون و 11 ردیف تبدیل میکنیم. اوکی. اینجا در قسمت نامبر آف رو میگه که تعداد اون حد اکثر 9 باشه، اینجا میایم 9 رو میزنیم و بر روی اوکی ببینید این، و میایم اشارهگر موس رو اینجا قرار میدیم در سربرگ لی اوت راوز اند کالوم، میایم اینجا با اینزرت بیلو دو ردیف دیگه هم ایجاد میکنیم. ملاحظه کنید بشماریم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 و 11. چون در این قسمت اگر ملاحظه کنید در مثال ردیف رو داریم، مراحل کنترل و بازرسی، نماینده پیمانکار و نماینده بازرس فنی، تایپ میکنیم ردیف دو نقطه در این سلول مراحل اسپیس کنترل و بازرسی، در این سلول کلیک میکنیم، تایپ میکنیم نماینده اسپیس پیمانکار و در این سلول کلیک میکنیم، تایپ میکنیم نماینده اسپیس بازرس فنی. اگر به مثال برگردیم اینجا میتونیم ببینیم که در واقع ارتفاع این سلول ها، این ارتفاع اینجا 1.2 هست و ویدس ردیف 1.2، مراحل کنترل و بازرسی 11.8 و ویدس نماینده پیمانکار و نماینده بازرس فنی هم 3. به سند برمیگردیم، کل این سلول ها رو انتخاب میکنیم، در سربرگ لی اوت هایت رو 1.2 و الاینمنت اون رو در حالت الاین سنتر قرار میدیم. این سلول هایی که اگر بزرگ نمایی رو یه مقداری کوچیک کنم، این سلول هایی که در این کالوم قرار دارن ویدس اون باید 1.2 باشه، 1.2 رو براشون تایپ میکنیم. سلول هایی که در قسمت ستون مراحل کنترل و بازرسی هستن ویدس اون 11.8 رو تایپ میکنیم اینجا.
سلول نماینده پیمانکار، اینجا وتسش 3 هست، 3 رو تایپ میکنیم و انتر رو میفشارم و نماینده بازرس فنی رو هم انتخاب میکنم، اون رو هم 3 تایپ میکنم، انتر. اگر ملاحظه کنید دقیقا تونستیم به حالت مثال برسیم. کلیک میکنیم 1 کلید داون، 2 کلید داون، 3 کلید داون، 4 کلید داون، 5 داون، 6 داون، 7 داون، 8 داون، 9 داون و 10 داون. این اعداد رو انتخاب میکنیم. فونت اونها بی نازنین 12 است در حالت بولد و این فونت هایی هم که در این رعایا سطح ملاحظه میکنین بولد 11 است که اینجا از پیش فرض اینجا قرار دارن. اشارهگر موس رو داخل این سطح قرار میدین. در سربرگ لی اوت اینجا میتونیم بر روی اینزرت بیلو کلیک کنیم یا میتونیم یک نماد جمعی در این قسمت ظاهر میشه. من ابتدا در این سلول کلیک میکنم و ویس اون رو 19 تعریف کنم. کنترل زد میزنم. با دو بار کلیک چپ کردن باید به صورت کامل این سلول انتخاب بشه. ویس اون رو 19 انتر. بعد از اینکه سلول رو دوبار انتخاب کردین، اگر اشارهگر موس رو در سمت راست اون قرار بدین، نماد به علاوه درج میشه که کاری که انجام میده کاملا این کار این به علاوه کاملا شبیه کلیک این حالت اینزرت بیلو هست برای سطرا و برای ستون ها. این نماد جمع در این قسمت، مثلا در این قسمت بالا ظاهر میشه و عمل کرده اینزرت لف رو داره. اینجا در این قسمت پایین قرار میدم، کلیک میکنم، اشارهگر موس رو داخل این سلول قرار میدیم. اگر به مثال برگردیم اینجا میبینید که این سطر ملاحظات 4.5 در 19 است و فونت ملاحظات هم 14 است. در سربرگ لی اوت هایت یا ارتفاع رو 4.5 تعریف میکنیم و ویدث رو هم که 19 از قبل تعریف کردیم. اشارهگر موس رو اینجا قرار میدیم، کلید انتر رو میفشاریم، تایپ میکنیم ملاحظات، دو نقطه ملاحظات رو انتخاب میکنیم. در سربرگ هم سایز رو اینجا 14 براش تعریف میکنیم. اینجا در این سلول هم کلیک میکنیم، سایز 11 باشه. در سربرگ لی اوت اینجا در حالت اسپلیت اون رو تبدیل به 3 ستون و 1 ردیف میکنیم. ارتفاع رو اینجا براش 4 تعریف میکنیم، ارتفاع رو 4 تعریف میکنیم. داخل این سلول کلیک میکنیم، تایپ میکنیم سرپرست اسپیس کارگاه اسپیس اسکلت، دو نقطه کلید انتر، یه بار دیگه انتر رو میفشاریم، تایپ میکنیم امضا، دو نقطه انتر، یه انتر دیگه، تایپ میکنیم تاریخ، دو نقطه. حالا همین موارد رو با درگ انتخاب میکنیم، کلیک راست کپی، داخل این سلول کلیک میکنیم، کلیک راست پیست، داخل این سلول کلیک میکنیم، کلیک راست پیست. در این قسمت باید تایپ بشه نماینده بازرس فنی، نماینده اسپیس بازرس فنی و اینجا هم باید تایپ بشه دستگاه نظارت اسپیس نظارت. اگر ملاحظه کنی من یه مقدار بزرگ نمایی رو اینجا تغییر بدم. اینجا نماینده بازرس فنی داخل این سلول میبینید که ما یک مارجینی رو اینجا در سمت راست داریم، یه سری حاشیه هایی رو اینجا داریم. چطور میتونیم این حاشیه ها رو تعریف کنیم؟ من این سلول رو انتخاب کردم. در سربرگ لی اوت در گروه الاینمنت اگر اینجا بر روی سل مارجین کلیک کنیم میتونیم تنظیمات مارجین یا حاشیه رو برای سلول ها تنظیم کنیم. اینجا ملاحظه میکنید که برای تاپ و باتوم عددش صفره و برای رایت و لفت عددش 19 صدم سانتیمتره که اینجا میتونید میزان حاشیه رو اینجا یا در این قسمت ملاحظه کنید. بر روی اوکی اینجا کلیک میکنم، تنظیمات رو از این قسمت میتونیم انجام بدیم و در این گروه الاینمنت هم که اینجا بارها خدمتتون گفتم میتونیم این حالتهای الاین تاپ سنتر یا الاین سنتر یا باتم سنتر رو انتخاب. ما روی حالت الاین تایپ رایت بودیم،
گاهی اوقات لازمه که یه سری تنظیماتی رو برای جدول انجام بدیم که در گروه سل سایز بر روی این فلش مورب تیپل پراپرتیز کلیک میکنیم و هم میتونیم در واقع خود جدول رو مثلا در این سربرگ تیبل نوع الاینمنت اون و میزان ایندنت یا تورفتگی رو از سمت راست برایش تعریف کنیم و تیبل دایرکشن هم که اینجا میبینید در حالت رایت تو لفت قرار داره. با استفاده از دکمه بوردر از شیدینگ که میتونیم در واقع مرزها و اون شیدینگ رو براش تنظیم کنیم. اینجا برای اوکی کلیک میکنم. اگر بزرگ نمایی رو اینجا بیایم این مقدار تغییر بدیم، این بزرگ نمایی ماست، به مثال برگردیم، جایی هست که اون رو در واقع کامل تایپ نکرده باشیم. اینجا ملاحظه کنید که این قسمت های بالا در این سند کاملا تایپ رو رعایت کردیم. اینجا اگر ملاحظه کنید یک صفحه دو برای ما ایجاد شده که من اینجا میام اشارهگر موس رو داخل این سلول اینجا قرار میدم و میزان ارتفاع اون رو یه مقداری تغییر میدم. اینجا اگر ملاحظه کنید در این قسمت پایین پیج یک در یک هستیم که در چاپ هم زمانی که این برگه رو چاپ میکنیم صفحه دوم سفید خروجی چاپ ما نباشه، فقط یک صفحه باشه.